بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم موضوع درس امروزی ما بالای برنامه اکسل است و باقی مانده مینای فایل. خب در این بخش ریسنت است و در قسمت ریسنت، ریسنت ورکبوکس و همچنان ریسنت پلیس است. ریسنت ورکبوک صفحات قبلا باز شده و ریسنت پلیس است موقعیت صفحات قبلا باز شده ما نشان میده. مثلا پرکتیس نمبر 1 موقعیتش در کدام استقامت قرار داره؟ میبینیم که دیجا آدرسش هم درج است. مجرد یک بار بالاش کلیک میکنیم فولدر برام شما باز میکنه پرکتیس نمبر 1. و اگر خواسته باشیم که ما شما بعض شارتکت ها را در منیو فایل هم قرار بدیم به اساس سهولت میتونیم کویکلی اکسس دس نمبر اف ریسنت ورک بوکس فایل ساخته و انتخاب کنیم که دو شارتکت قرار بگیره. پرکتیس نمبر 1 ایجوکیشن منیستری در استقامت هم میبینیم هر دوی زیره و اگر بیشتر انتخاب میکنیم میتونیم که بیشتر هم انتخاب کنیم. خب برای فعلا میگیم که ضرورت نداریم یا انچک میسازیم. پرکتیس نمبر 1 در صفحه قرار میدیم و محتویاتش کمتر است. میخوایم که یک اندازه محتویات بیشتر بسازیم. پس در این صورت ایره کاپی گرفتم، کاپی بعد موقعیتش انتخاب کرده پیست میگیم. و خاطر وقت مازایی نشه موش ما وقت انتخاب میکنیم، از شورتکت کار میگیریم که از طریق کیبورد کنترل وی رو فشار میدیم بر موش ما پیست میکنه. کنترل سی به خاطر کاپی کردن که این موضوعات بیشتر هم میفهمیم و بازم کنترل سی به خاطر کاپی کردن، کنترل وی به خاطر پیست کردن از طریق کیبورد. خب یک اندازه محتویات بیشتر ساختیم در صفحه خود و بعدا دوی اول انتخاب کرده از بخش نمبر درگ اند دراپ میکنیم به طرف پایین تا استقامت که تقریبا 147 کارمند است. خب این موضوع رو درج کردیم. بعدا هدف ما بالای پرینت کردن و تنظیمات خود صفحه به خاطر چاپ است. در قدم اول میایم بالای بخش فایل پرینت. مجرد که پرینت کلیک میکنیم از نمبر براخره تا قسمت توتال میبینیم که کدام مشکل نداره، مکمل در صفحه مشما پرینت میشه. و بعدا در استقامت قسمت پایین تعداد صفحه را میبینیم که 4 صفحه است و فلحال مشما در صفحه اول قرار داره. و بعدا نکس کرده میتونیم صفحات بعدی خود هم ببینیم. برای فعلا بالای صفحه اول کلیک کرده و ما شما در صفحه اول قرار داریم. میخوایم تمام صفحات خود پرنت کنیم از 1 الی 4. باز در این صورت میم فقط انتخاب میکنیم پرنتر و همچنان سایز صفحه که در کدام سایز صفحه پرنت شوه میگیم سایز صفحه ما 4 باشه و بعدا انتخاب میکنیم از استقامت پرنت. اما برای فعلا اگر پرنت بگیم بر ما یک اشتباه صورت گرفته، چطور که میبینیم از نمبر الی منت کالم توتال در استقامت قرار نداره و تعداد صفحات خود میبینیم که 8 صفحه شده. یک بار در خود صفحه میریم میبینیم که در استقامت ببینیم پیج بریک در قسمت من قرار داره و توتال از موضوع خارج شده. پس چطور ایره تنظیمات کنیم، کستومایز کنیم تا اینکه تمام محتویات پرنت شوه؟ من در بخش فایل بالای قسمت پرنت کلیک کرده، مجرد کلیک کردیم در قسمت آپشن داریم به نام fit all columns on one page. مجرد که یک بار کلیک میکنین تمام کالم هایی که شما بیشتر داشته باشین در یک صفحه بر ما fit میسازه. پس فلحال fit ساخته و بعدا یک بار برش پرنت میگیم. از صفحه اول الی صفحه سوم بر ما تمام محتویات ما پرنت میشه. یک اندازه مشکلات ایجاد کرد در صفحه میبینیم اگر دوزا مشکلات ایجاد کرد. پس در این صورت پس ما این دوباره از نیه برشاییم نو سکیلنگ و از استقامت میخوایم یک اندازه آشیه را کم تر بسازم. من در بخش نارمال مرجنس کلیک کرده و فلحال نارمال است. از اینجا نرو انتخاب میکنیم تا ای که آشیه کم تر شوه و حال میبینیم که تمام محتویات ما شما پرنت میشه. اما بازم یک اندازه مشکلات داره در صفحه و خاطر از اینکه در مرکز صفحه قرار بگیره میریم در بخش پیج ستاپ از این استقامت انتخاب میکنیم بخش مرجنز و بعدا سنتر آن پیج مرکزیت در صفحه هاریزونتال انتخاب میکنیم و ورتیکال فلحال انتخاب نمیکنیم فقط هاریزونتالی. اوکی کرده میبینیم که در مرکز صفحه قرار میگیره و صفحات ما شما کدام مشکل نداره و بعدا فقط میایم از استقامت برش میگیم پرنت. مجرد پرنت گفتیم از صفحه اول الی صفحه 4 تمام محتویات ما پرنت میشه. و بعدا موضوع بعدی، اگر خواسته باشیم از همی 4 صفحه خود چندین کاپی داشته باشیم هم میتونیم از استقامت انتخاب کنیم. فرض کنیم تقریبا 10 کاپی از هر صفحه ما بر ما پرنت کنه. یک بار پرنت گفته از هر صفحه ما 10 کاپی پرنت میشه.
و اگر خواسته باشیم صفحه خود هم مستقیما از برنامه اکسل فکس کنیم، میتونیم که از استقامت فکس هم در صورت فکس در سیستمتان فعال باشه میتونیم فکس کنیم. و در بخش ستینگ، کاتگوری ستینگ، ما داریم پرینت اکتیو شیتس، پرینت انتایر ورکبوک و همچنین پرینت سلکشن. و در ضمن از این استقامت ایگنور پرینت اریا. پرینت اکتیو شیتس به این معنی که در هر شیتی که باشیم که فلحال میبینیم ما در شیت اول موقع داریم، فقط محتویات از شیت اول ما پرینت میشه. و اگر خواسته باشیم که در صورتی که محتویات در شیت های بعدی هم باشه بر ما شامل پرینت بسازه، باز می در بخش فایل، بخش قسمت پرینت، از این استقامت انتخاب میکنیم پرینت انتایر ورکبوک. بر فعلا در پرینت اکتیو شیت 4 صفحه داریم ما، شما مجرد پرینت انتایر ورکبوک انتخاب میکنیم تعداد صفحه ما شما 8 میشه. چرا؟ به خاطر که 4 صفحه از شیت اول داریم محتویات و 4 صفحه هم از شیت بعدی، باز این صورت 8 صفحه میشه. پس اگر محتویات بیشتر در شیت های دیگه هم می داشته باشیم، در این صورت اگر ما شما از قسمت فایل بخش پرینت پرینت انتایر ورکبوک انتخاب میکنیم، باز شامل پرینت میشه. و موضوع بعدی از این پرینت سلکشن، مگر خواسته باشم که فقط محتویات ما شما تا نمبر 18 پرینت شود، یعنی باقی مانده محتویات باید پرینت نشه، در این صورت سلکت کرده من در قسمت فایل بخش پرینت از اینجا انتخاب میکنیم پرینت سلکشن. مجرد پرینت سلکشن انتخاب کردیم، فقط جای منتخب ما شما در صورت توسط کارسر سلکت کرده باشیم پرینت میشه. و موضوع بعدی از این ایگنور پرینت ایریا، در صورتی که امی موضوعی که ما شما خواستیم فلحال پرینت شوه، من در بخش پیج لی اوت از اینجا انتخاب کنیم ست پرینت ایریا. مجرد ست پرینت ایریا رو انتخاب میکنیم، میبینیم که پیج بریک قرار گرفتم کدام جایی که ما شما سلکت کرده بودیم. و حالا اگر بیم از قسمت پرینت مستقیما فلحال پرینت سلکشن نه، بلکه پرینت اکتیو شیت اگر انتخاب میکنیم، فقط جایی را که ما شما انتخاب کرده بودیم مستقامت پرینت میشه. یعنی در صورت که از پیج لی اوت انتخاب باشه، که باز بعدا هم انشاءالله بالای زی بس خواد کردیم. و اگر ما شما بیم از استقامت انتخاب کنیم، حاصل هدف مبالای زیست که ignore parent area، با وجودی که ما جای مشخص ساختیم به خاطر پرینت کردن، میخواییم که او استقامت رد شود، در مجموع ما تمام موضوعات ما پرینت شود، در این صورت برش میگیم ignore parent area. مجرد که ignore parent area گفتیم، حالا تعداد صفحات خلا میبینیم از 1 الی 4، با وجودی که ما شما parent area هم داریم در صفحه. پس میخواییم که parent area دوباره ریموف شود، جای منتخب شده پیج لی اوت از این استقامت انتخاب میکنیم کلیر پرینت ایریا، باز این صورت پرینت ایریا کلیر میشه. و قسمت بعدیش در این استقامت ما شما موضوعات پیج داریم، فعلا از 1 الی 4 صفحه دارم، ما میخواییم که از صفحه دوم الی صفحه چهارم پرینت شود، باز این صورت بخش پیج میایم کلیک میکنیم از صفحه دوم انتخاب کرده الی صفحه چهارم بر ما شما پرینت کنه. میتونیم که مشخص بسازیم از کدام صفحه الا کدام صفحه. و موضوع بعدی از این، حالا بر فعلا میگیم تمام صفحات ما شما پرینت شود از 1 الی 4. و در ضمن از این قسمت کلیت، در صورت کلیت انتخاب می باشم و نمبر اف تعداد کپی ما هم در استقامت 10 است، بیشتر کمتر هم انتخاب کرده میتونیم. به این معنی است که از صفحه اول تا صفحه چهارم یک بار پرنت شوه، بار دیگه پرنت شوه، بار دیگه، تا 10 کپی در استقامت مکمل شوه. اگر ما شما اند کلید انتخاب میکنیم، به این معنی است که از صفحه اول 10 کپی میکشه، بعد از صفحه دوم 10 کپی میکشه، تا 4 صفحه ما شما پوره شوه. باز این صورت اگر ما یک چپتر یا یک داکومنت پرنت میکنیم، بر ما شما یک اندازه جنجال تشکیل میده، به خاطر از اینکه ما اگر یک بار محتویات ما شما انکلیت انتخاب کردیم پرنت کنم، ما مجبور هستیم کوره یک جور نگهداری کنیم تا دیگه شب پرنت کنم، بالاخره تمامش تکمیل شد، پس دوباره ورقا را یک یک جا بشینیم، نمبر یک، نمبر دو، نمبر سه، بازی صورت یک اندازه مشکل به ما ایجاد میکنن. پس فلحال اگر در دفاتر یا در خانه ها هستیم، میتونیم از کلیت انتخاب کنیم و کار بگیریم تا اینکه منظم بر ما شما پرنت کنم. موضوع بعدی از این، صفحه ما به شکل عمودی باشه یا به شکل افقی، نظر و محتویات فرق میکنه. میتونید که ما شما هم عمودی را انتخاب کنیم و هم افقی را، اما بر فلحال بر این تیول خود ما خوبتر است که پورتریت یا عمودی را انتخاب کنیم، به خاطر از اینکه میبینیم محتویات ما شکل عمودی را داره و کالم ها، تعداد کالم ها هم نسبتا کمتر است تا ای که ما شما لندسکیپ انتخاب کنیم. پس نظر به تیبل، نظر به صفحه خود ما شما میتونیم نویت صفحه را انتخاب کنیم که یک موضوع بسیار اساس است. و همچنان سایز صفحه،
میتونیم که از این استقامت هم انتخاب کنیم که شما بیشتر به سایز A4 بلدیا دارین که در خانه ها در دفاتر به این استقامت ها استفاده میشه. مور پیپر سایز میتونیم صفحات مختلف دیگر هم انتخاب کنیم از این استقامت، پیپر سایز، سایز صفحه و همچنان از بخش آپشنز میتونیم که از این استقامت باشین بخش ادوانس از این استقامت انتخاب کنیم. نویت صفحه خدا که به کدام سایز باشم، سایز صفحه و همچنان نمبر آف کپی، تعداد کپی که ما شما پیشترام کار کردیم و بخش گرافیت، پرنت کوالیتی، کیفیت پرنت ما شما 600 در 600 باشم پرنج یا 12 در 12. هر قدر ما شما تعداد داتس یا پیکسل ها را در پر اینچ بیشتر انتخاب کنیم اما قدر کیفیت صفحه ما بالاتر می باشن. پس ما شما اگر فلحال 12 در 12 انتخاب می کنیم اوکی کرده و بخش و بعدا اوکی کرده، من در قسمت پرنت کوالیتی میبینیم که 12 دی پی آی است داتس پر اینچ. و اگر ما شما از بخش آپشنز هم میریم از استقامت انتخاب میکنیم بخش ادوانس، دوباره انتخاب میکنیم 600 در 600 اوکی کرده اوکی، پس من این استقامت 600 قرار گرفتم. پس بهتر است ما شما 12 انتخاب کنیم بخاطر اساس داری کیفیت صفحه. و بعدا در قسمت بخش مرجنز میتونیم که آشیه های سفر انتخاب کنیم. با وجود پیشتر یک مثال دادیم بخاطر که صفحه ما تنظیم شوه، از قسمت مرجن میتونیم که فلحال از سایزه ترتیب شده مثل نارمال، مثل وای و همچنان نرو استفاده کنیم. اگر خواسته باشیم خود ما کستومایز کنیم، بازه ای صورت میتونیم از بخش کستوم مرجن از استقامت از بخش تاپ یعنی قسمت بالایی صفحه که فعلا 0.75 است، اگر خواسته باشیم کاشیش کمتر باشه میتونیم که انتخاب کنیم به اندازه 0 اوکی کرده. حال میبینیم که حاشیه بسار به سایه کمتر قرار گرفته. پس دوباره در قسمت کستوم ستینگ یا از بخش کستوم مرجن از استقامت انتخاب میکنیم، میگیم به اندازه 0.75 باشه، از طرف چپ از طرف راست چهار اطراف میتونید شما حاشیه صفحات ترتیب کنید. و از قسمت کستوم مرجن موضوع بعدی که در قسمت سنتران پیج مرکزیت در صفحه است، قبل ما شما هاریزنتال انتخاب کردیم یعنی افقا در صفحه در مرکز صفحه قرار بگیره. اگر ما شما ورتیکالی عمودن هم انتخاب میکنیم میبینیم در صفحه محتویات ما در مرکز صفحه قرار گرفته، یعنی به این معنی که فعلا هیچ کدام مشکل نیست. مجرد که صفحات خود نکس میکنیم در صورت که محتویات بیشتر باشن و فینس فکس صفحه است، یک اندازه بسیار کم ما شما محتویات بیشتر میسازیم تا یک خوبتر بفهمیم. تا این قسمت یک کنترول سی کپی کرده، بعدم کنترول وی و درگ اند دراپ کرده و در این قسمت میبینیم که تقریبا از 135 الی 127 اشتباه است، 147 146 بعد یک درگ اند دراپ از 150 الی 152 ببینیم که در مربوط به صفحه بعدی میشه در قسمت پرنت صفحه 4 و از 150 الی 152. اما محتویات ما شما در وسط صفحه قرار گرفته، به این صورت یک اشتباهی بزرگ است. به خاطر از اینکه بیدامی صفحات دیگه باید ما شما در قسمت بالایی باید قرار بدیم، با وجود که از هاریزنتالی یعنی افقا در مرکز صفحه قرار داشته باشه اما ورتیکالی در مرکز صفحه یعنی عمودن قرار نداشته باشه، پس میتونیم از بخش کستوم مرجن از استقامت ورتیکالی را هنچه کنیم. پس نظر بعض اوقات ضرورت ما میشه که باید در مرکز صفحه باشه، میتونیم شما انتخاب کنیم. اوکی کردم، میبینیم که در مرکز صفحه قرار گرفت. یک موضوعی کاملا اساس است. خب دوباره در صفحه اول رفتم و توانستیم که چطور مرجن یا حاشیه صفحه را از دیفولت انتخاب کنیم و ای که هم خود ما ست کنیم به کدام اساس باشه. موضوع بعدی از این که حاشیه بالای هیدر و همچنان فوتر است، در صورت که ما شما از بخش بعدی از قسمت پیج ستاپ، حالا من بالای پیج ستاپ دوباره در قسمت پرنت بخش پیج ستاپ از قسمت هیدر و فوتر از این استقامت ما شما هیدر انتخاب کنیم که موضوع بعدی ما انشاءالله دوباره کار خود کردیم بالای این موضوع. فرض که این موضوع انتخاب میکنیم، آدرس صفحه در قسمت هیدر و در قسمت فوتر هم انتخاب میکنیم، فرض کنیم پیج و نام صفحه لیجو درش کردیم و بعدا اوکی هیدر و همچنان قسمت پایینی فوتر.
اگر خواسته باشیم که حاشیه زیر هم کم و بیش بسازیم، میمس قسمت پیج ستاب از بخش مرجنس از استقامت انتخاب میکنیم. فعلا 0.1 است، میگیم 3 است ببخشید، میگیم کمتر باید طرف بالا بره. بعض اوقات تیوال موشما جای نمی داشته باشه، باید موشما مدامی هیدر خود به طرف بالا قرار بدیم. پس فلحال میگیم به اندازه 0.25 باشه البته هیدر. بعدا اوکی کرده مجرد اوکی میکنیم، یک اندازه به طرف بالا قرار میگیره. پس میتونیم که موشما از بخش پیج ستاب مرجن بتانیم، هیدر فودر هم حاشیه ترتیب کنیم. و موضوع بعدی از این در قسمت پیج عمودی افقی هم از قسمت اورینتیشن میتونیم و هم از استقامت آن هستیم. و بخش بعدیش که در استقامت قرار داره فرست پیج نمبر است که فلحال اوتوماتیک انتخاب است. فلحال اگر موش ما پیج نمبر انتخاب کنیم از بخش فرض کنیم از بخش پیج ستاب و قسمت هیدر فوتر و در بخش فوتر در قسمت طرف چپ کستوم فوتر و انتخاب کرده و بعدا انزرت پیج نمبر یک پیج نمبر درج کنیم و بعدا اوکی کرده. حال مجرد که اگر قسمت پرند میاییم میبینیم که صفحه اول موش ما یعنی نمبر صفحه هم از یک شروع شده. بالاخره حق دارد که باشه. پس فرض کنین موش ما قبلا تیبال تشکیل دادیم و باقی مانده تیبال است و ما میخواییم که از نمبر دوم باید شروع شده. بازده ای صورت از قسمت پیج ستاب آمده و بخش قسمت پیج از استقامت فرست پیج نمبر اوتوماتیک است. یعنی فلحال وقت درج میکنیم با شکل اوتومات از یک درج میشه، میگیم باید از یک درج نشه، از پنج شروع شده. بعدا اوکی کرده میبینیم که صفحه اول ما از پنج شروع شده. بالاخره هر قدر صفحاتی که دیگه داشته باشیم با می اساس ترتیب میشه. پس میتونیم که موش ما از اینجا انتخاب کنیم. و موضوع بعدی که موضوع فیلی موش ما بالای بخش خود مرجن بود یا حاشیه صفحه، در استقامت داریم قسمت fit sheet on one page, fit all columns on one page, fit all rows on one page و no scaling. No scaling فعلا حالت عادی از این می باشه، حالت نرمالش که ما فعلا کار میکنیم. اگر بگیم fit sheet on one page یعنی تمام محتویاتی که داریم، فلحال چند صفحه است؟ 4 صفحه است. تمام محتویات باید در یک صفحه پرند شود. مجرد که انتخاب میکنیم یک بار میبینیم که تمام محتویات ما شما که تقریبا 4 صفحه بود حال میبینیم که در یک صفحه پرند میشه از عمودن و افقن. پس اگر از اینجا برش بگیم که نو اسکیلینگ، پس به حالت عادی، یعنی بیشتر اوقات در صورتی که محتویات ما نسبتا کمتر می باشن، دیگه از 1.5 صفحه یا یک صفحه و چند لاین، باز میتونیم که موضوعات انتخاب کنیم که اگر محتویات ما بیشتر باشه در این صورت باز اشتباه است که ما شما fit sheet on one page انتخاب کنیم. بعدا اگر بگیم fit all columns on one page، فلحال تمام کالام های ما شما در پرنت ظاهر میشه. میبینیم حتی جای یک کالام دیگر هم داریم. اگر یک اندازه ما شما یک اندازه بزرگتر بسازیم، میبینیم که از پیج بریک خارج شد، یعنی تا قسمت منت در پرنت ظاهر میشه اما توتال ظاهر نمیشه. یک بار پرنت ببینیم، میبینیم تا منت ظاهر میشه، یعنی پرنت میشه. پس هدف مده ای عرصه چی است که میخوایم کالم بیشتری که داره باید شامل یک صفحه شود. حال فعلا این خب مربوط به صفحه بعدی ما میشه. پس من در قسمت فایل بخش پرنت از این استقامت انتخاب میکنیم fit all columns on one page. مجرد که یک بار کلک کردیم تمام کالم هایی که داشتیم در یک صفحه بر شما ظاهر میسازیم. اگر fit میسازه، اگر بگیم fit all rows on one page، یعنی به این معناست که هر قدر روهایی که ما شما می داشته باشیم تعداد محتویات ما باید در یک صفحه قرار بگیره. میاندم در قسمت print از استقامت انتخاب میکنیم fit all rows on one page، میبینیم که تمام روها در یک صفحه قرار میگیرن. no scaling میدونیم که خلاص. یا بیم از اینجا برش انتخاب کنیم custom scaling option. بر فعلا اگر no scaling انتخاب میکنیم به اساس است، پس موشمو چیکار اجرا میکنیم که امی محتویات خدا یک اندازه کپی گرفته، بعدا کنترل ن یک صفحه جدید و کنترل وی یا از استقامت پیست نگه محتویاتا. مجرد که پیست کردیم آل میبینیم در قسمت پرنت میبینیم به شکل پرنت میشه. هدف اومده یه ارسه چی از بالای کستوم اسکیلینگ، هدف اومده یه است که یک اندازه محتویات خدا میخوایم زوم شوه، یعنی بیشتر پیش بیم محتویات یک اندازه سایزش بزرگتر شوه.
ما نمیم از استقامت انتخاب کرده که بیم سایز خط یار بیشتر بسازیم، فقط میم در قسمت فایل بخش پرند از قسمت سکیلینگ از این کستم سکیلینگ. فعلا میبینیم از بخش سکیلینگ اجستو 100% یعنی نارمال سایز است. پس میگم که به اندازه 120% باید، یعنی به اندازه 20% زوم شود. 100% حالت قبلیش بود. یک بار اوکی کرده میبینیم که محتویات ما به اندازه 100، البته ببخشید 120 محتویات ما زوم شد. پس میتونیم که بیشتر انتخاب کنیم و یکی کمتر. پس دوباره میگیم 100 باشه تا اینکه محتویات ما کدام مشکلی نداشته باشه. و بعدا از قسمت فتو، در صورتی که ما شما چندین صفحه می داشته باشیم، بر فعلا اگر من انتخاب کنم کنترل سی بعدا کنترل وی و بعدا باز هم کنترل وی، حالا اگر در قسمت پرنت میاییم میبینیم که در دو صفحه پرنت میشه. و اگر از قسمت پیج ستاپ یک بر یک است، حالا اگر باشین ما شما فلحال انتخاب کنیم 120 یک اندازه زوم بسازی میره و تعداد صفحات خلا میبینیم 4 صفحه است. اگر بیم از قسمت بخش فایل پرنت در استقامت بخش پیج ستاپ از اینجا باش بویم که یک بر فیلن یک بر 4 است، یعنی در 4 صفحه پرنت شد. اگر انتخاب میکنیم یک بر 3 اوکی کرده میبینیم که محتویات ما شما یک اندازه حالا در یک بر 2 یعنی در 2 صفحه قرار میگیره، قبلا در 4 صفحه بود. میبینیم همچنان که در قسمت اجستو هم 100% قرار گرفت. پس میدانیم که از بخش اسکیلینگ به شکل فیصدی اجستو هم ست کنیم و از قسمت فیتو هم به شکل عددی ست کنیم که یک بر 2 یک بر 3 یعنی در چند صفحه قرار بگیره افقا. و همچنان امودن که حاصل منبعی از این مشمو در اینجا هم کار کردیم، فیت آل کالمز، فیت آل روز آن وان پیج، آل کالمز و همچنان فیت شیت آن وان پیج که در استقامت و شکل عدد هم کار کرد. و این بود موضوعاتی که ما شما بالای قسمت پرنت کار کردیم و یک اندازه هم صفحه خود توانستیم که از نگاه پیج ستاپ تنظیم و ترتیب کنیم از نگاه حاشیه و تمام موضوعاتش. و این بود موضوعات درس امروزی.